ویروس کرونا در اقصانقاط جهان میتازد. شمار جانباختگان به بیش از 3000 نفر رسید. از یک روزنامه نگار برنده جایزه پولیتزر پرسیدیم که چرا هشدارها درباره همه‌گیری ویروسی خطرناک جدی گرفته نشد. همچنین در برنامه امشب، درخواست بانک مرکزی ایران از مدیران بانک ها برای تمدید مهلت وصول قسط‌های مشتریان. در آستانه سال نو، ویروس کرونا با اقتصاد ایران چه خواهد کرد؟ هیچ نوع تعهد بر رهایی 5000 بندی وجود ندارد. یک روز بعد از امضای توافقنامه آمریکا و طالبان، اشرف غنی آزادی زندانیان شورشی را به عنوان شرط مذاکرات بین الافغانی رد کرد. آیا روند صلح با بن‌بست روبرو شده؟ تشدید بحران در ادلب سوریه با گسترش عملیات نظامی ترکیه، نیروهای وابسته به ایران هم هدف قرار گرفتند. دامنه نزاع تا کجا گسترده خواهد شد؟ شصت دقیقه زنده از بی بی سی در لندن. وزارت بهداشت ایران تمام بیمارستان‌های عمومی کشور را موظف کرده که برای مقابله با ویروس کرونا آماده باشند و بیماران مبتلا را هم بپذیرند. منابع رسمی شمار قربانیان این ویروس را 11 نفر بیشتر از دیروز عنوان کردند و گفتند که تا حالا 54 نفر در ایران جان دادند، ارقامی که بسیار کمتر از آمارهای غیر رسمی است. حالا درباره زیان‌های اقتصادی شیوع این ویروس در ایران بیشتر هشدار داده می‌شود. این ویروس با اقتصاد ایران چه خواهد کرد؟ شمار قربانیان کرونا در چین، کره جنوبی و ایتالیا هم رو به افزایش بوده و بر شمار مبتلایان آن از جمله در بریتانیا اضافه شده. کرونا تبدیل به مشکلی جهانی شده. بیشتر در این باره حرف می‌زنیم. اول گزارشی از سیاوش اردلان. چین امروز 573 مورد ابتلا به کرونا را طی یک روز گذشته اعلام کرد. توقفی بر چند روز کاهش در شمار مبتلایان تازه. شاید تلاش برای مهار کرونا جنگی مغلوبه باشد. اما تا امروز با آلوده شدن 60 کشور به این ویروس، سازمان بهداشت جهانی در آستانه اعلام همه‌گیری جهانی کرونا است. این کار می‌تواند باعث شود تلاش‌ها از مهار کرونا به تعدیل آن متمرکز شود. با این حال جامعه جهانی هنوز در فاز قرنطینه و محدود کردن رفت و آمد هاست. از لغو حج عمره تا لغو پروازهای رفت و آمد به کشورهای کانون ویروس. اما هیچ کدام از این تدابیر مانع آسیب به اقتصادهای جهانی نشده. آسیبهایی که امروز همتراز آسیبهای رکود سال 2008 برآورد می شود. با اعلام اولین تلفات در آمریکا، این بحث به یک موضوع جنگ سیاسی دولت ترامپ با دموکرات ها بدل شده که میگویند گفته های رئیس جمهوری برای کم اهمیت نشان دادن خطر کرونا باعث سلب اعتماد مردم به نهادهای رسمی خواهد شد. در مجموع دولت ایران هم با انتقاد مشابهی روبروست. انتقاد از بی‌توجهی به خطر کرونا در روزها و هفته های اولیه. حالا بیش از 10 روز از روزی که دولت برای اولین بار اذعان به شیوع کرونا در ایران کرد می‌گذرد. جامعه و اقتصاد ایران ناتوان از سالها تحریم و سوء مدیریت خود را برای مقابله با دشمنی تازه آماده کرده. از کادر پزشکی و درمانی که در کانون این مقابله قرار دارند، روزانه در صدا و سیما تجلیل می‌شود. مردم هم ظاهرا موافقند. به خصوص حالا که کلیه مراکز درمانی، حتی خصوصی، موظف شدند مراجعان مشکوک به ابتلا به کرونا را بپذیرند. کاری که قبلا مشکل بود چون ایران کیت‌های کافی تست کرونا را نداشت. حالا با کمک چین و سازمان بهداشت جهانی ده‌ها هزار کیت در 22 نقطه کشور توزیع شده. کیت تست کرونا را نمی‌توان مثل ماسک و مایع ضد عفونی احتکار کرد و گران فروخت. وزیر بهداشت در نامه خشمگینانه که عمومی شده گفت میلیون ها ماسک به شکل مرموزی از شبکه تولید و توزیع دولتی به غارت رفت. متاسفانه پس از حدود 10 روز فقط 1 میلیون عدد ماسک تحویل و بقیه نمیدانم در کجا انباشته شده. همکاران این جانب به دلیل اجبار شبانه روز در بازارهای مختلف و در نقش واسطه و دلال از قاچاقچیان با قیمت گزاف میخرند. بحرانی شد شروع کردیم اما از سوی دیگر بعضی چرخهای اقتصاد به سمت درستی در حرکت است. کارخانه های مواد شوینده حالا سه شیفته مشغول تولید مواد ضد عفونی هستند.
موادی که در شستشوی دو نوبته وسایل واگن‌ها و متروها استفاده می‌شود. دولت گفته 48 میلیون دلار برای مقابله با کرونا از بودجه استخراج می‌کند. میلیون‌ها محصل نیز این فرصت را دارند که ایام هدر رفته تحصیلی را با استفاده از برنامه‌های شبکه آموزش جبران کند. دولت آمریکا نیز در روزهای اخیر به نشانه انعطاف در سیاست فشار حداکثری گفته است حاضر است بعضی از محدودیت‌ها برای کمک به ایران را حذف کند و حتی پرسنل پزشکی به آنجا بفرستد. بذارید همینجا و همین الان اینو بگم. اگه بتونیم به ایرانی‌ها کمک کنیم یه کارایی براشون می‌کنیم. ما بهترین خدمه درمانی دنیا رو داریم. اگه بتونیم بهشون کمک کنیم. دولت ایران فعلا ذهنش به جای دیگر مشغول است. از جمله کاهش ساعات اداری، قرنطینه کردن پادگان‌ها و وضع درمان رایگان برای مبتلایان. شاید این تلاش‌ها مثلا استفاده از دستگاه‌های ضد شورش آب‌پاش برای مهار گسترش کرونا در ایران و جهان جواب ندهد. اما انسانیت و مهربانی هم ولو نه به سرعت کرونا در حال گسترش است. مثل این زن در لرستان که برای مریض نشدن دیگران شخصا دستگاه خودپرداز بانک را ضد عفونی می کند. سیاوش اردلان، بی بی سی. گفتگوی داشتم با لوری گارت، پژوهشگر ارشد پیشین بهداشت جهانی در مؤسسه شورای روابط خارجی و همینطور روزنامه نگار علمی برنده جایزه پولیتزر. خانم گارت پارسال در مقاله درباره وقوع بحران هشدار داده بود. از او پرسیدم که آیا منظورش عالمگیری ویروس کرونا بوده است؟ اون چه که مد نظر همه ما بود، من خودم یکی از نویسنده‌های فعال اون تحقیق خاص بودم، داشتم راجع به اون تحقیق می‌نوشتم، اما اون چه که مد نظر همه ما بود قطعاً این حد بود که ویروس از خفاش میاد، چون ما میبینیم که جمعیت خفاش‌ها در سراسر جهان زیر فشار جدید هستن به خاطر تخریب زیستگاه‌هاشون، به خاطر تجاوز انسان‌ها به زیستگاه‌های خفاش‌ها و به خاطر داغ شدن حرارت زمین و تهدید بر منابع غذایی خفاش‌ها ایجاد کرده. برای همین خفاش‌ها هزاران نوع ویروس رو هم می‌کنن که برای خود خفاش بد نیستن، ولی اگه جهش بکنن به یک گونه دیگه و بعد به انسان‌ها میتونن خیلی خطرناک باشن، مثل سارس یا مثل مرس یا ابولا، نیپالس یا فهرست طولانی از ویروس های مختلف وابسته به خفاش ها که آسیب میزنند به انسان ها، و این کرونا هم چیزی مشابه همونه. در اون گزارش هشدار داده شده بود و گفته شده بود که ممکنه میلیون ها نفر قربانی بشن، ممکنه که ابعاد اقتصادی بسیار جدی داشته باشه. آنچه که الان در حال رخ دادن هست با اون پیش بینی ها مطابقت میکنه؟ من واقعا متاسف هستم که بگم تمام چیزایی که ما الان میبینیم دقیقا سازگار با هشدارهایی که در اون زمان داده شده بود. ما الان در یک مرحله فراگیری جهانی هستیم، در یک مرحله پندمیک هستیم، چه اسمشو پندمیک بذاریم یا نه، تأثیراتش در اقتصاد، در زندگی اجتماعی، در زندگی مذهبی، در زندگی فرهنگی انسانها بسیار برجسته و قویه. در اون دوره خیلی نسبت به برخورد سیاسی با قضایا و همینطور نبود اراده سیاسی برای مقابله با بحرانی جهانی هشدار داده شده بود. الان آیا فضا به گونه‌ای هست که شما اراده سیاسی لازم رو ببینید برای مقابله با این بیماری؟ نه، من نمی‌بینم چنین چیزی را. در واقع اون چه که فاجعه تا الان بوده، از یک کشور به کشور دیگه میبینیم دولت‌ها تدابیر و اقدامات لازم رو انجام نمیدن تا وقتی که دیر شده، بعد از اینکه ده‌ها هزار نفر مبتلا شدن. میدونین آمار رسمی که ما الان میشنویم چیزی بالای 90 هزار در سراسر جهان، اینها تمام آمار رسمی هستن، نوک کوه یخ، مواردی که در آزمایش شدن و تایید شدن در اون آزمایشگاه‌ها. ولی ما میدونیم تو جاهایی که موارد ثابت شده مبتلا دارین، موارد واقعی مبتلاها بسیار بیشتره. بنابراین الان داریم میبینیم دولت‌ها خیلی دارن دیر عمل میکنن، آهسته عمل میکنن و بعد ناگهان به شکل خیلی احساسی و جنون‌آمیزی دست به اقداماتی میزنن که بیشتر نشان هرج و مرج داره. هر کشوری فعلا جدا داره با این موضوع برخورد میکنه. شما نظرتون چه هست؟ آیا نیاز به یک حرکت بین المللی است؟
همیشه تفاوت‌های محلی و منطقه‌ای خواهد بود درباره شیوع ویروس و نحوه شیوعش و همینطور تفاوت‌های فرهنگی که در برخورد با هر ویروس وجود داره. اون چه که در ایران جواب بده شاید در چین جواب نده، شاید در نیجریه جواب نده، شاید در آلمان یه جور دیگه جواب بده. هر کشور شرایط سیاسی و اجتماعی متفاوت خودشو داره، ولی اون چه که ما واقعا احتیاج داریم یک واکنش جهانی قوی جهان شمول هست. در حال حاضر سازمان بهداشت جهانی امکانات کافی رو نداره، بنز کافی خدمه آموزش دیده رو نداره که بتونه اون نقش لازم رو ایفا کنه. مثلا اون شیوه برخوردی که در چین تا حالا دیدیم، از نظر شما چقدر این شیوه درستی بوده؟ واکنش چین دیر بود، با تأخیر بود. در ابتدا دست به پنهانکاری زدن زمانی که میتونستن ویروس رو کنترل بکنن، و برای اینکه دیر واکنش نشون دادن و ویروس کاملا یعنی به فاصله بیش از 6 ماه شیوع پیدا کرده بود، مدت ها بعد از اینکه ژی شی پینگ و دستگاه سیاسی چین اذعان کرد به این مسئله و دست به اقدام زد، میدونین دیگه همه جای این مسئله شیوع پیدا کرده بود و ورای ووهان رفته بود. برای همین مجبور شدن که بسیار اقدامات تندی رو بردارن. خیلی جوامعی در چین وجود ندارن که بتونن مثل چین دست به اقدام مشابه بزنن، برای اینکه واقعا شما نیاز به یک دولتی دارین که بتونه با اقتدار از بالا به پایین به قدرت اینترنت رو سانسور بکنه، زندگی آدم‌ها رو سانسور بکنه، جمعیت‌های زیادی رو وارد قرنطینه بکنه بدون پیامدهای حقوقی و آدم‌ها رو مجبور بکنه که بر اساس قوانین قرنطینه عمل بکنن به شکلی که در کشورهای آزاد، در کشورهای لیبرال تقریبا امکان نداره این کارها رو کرد. برای همین من فکر نمی کنم اون الگوی چین الگوی هستش که در تمام کشورهای مختلف بتونه اجرا بشه. حتی اگه بخوان هم فکر نکنم بتونن. فراموش نکنید چین در حال حاضر همچنان این ویروس رو داره باز چسب پنجه نرم میکنه. شاید الگو اونا تا حدی جواب داده، اما فراموش نکنید کسب و کارهای اونا هنوز دچار رکود هستش، خیلی از مدارس و اونها هنوز تعطیل هستن و ما نمیدونیم که آیا یک جهش دومی در شیوع این ویروس بعد از دوباره به کار افتاده اقتصاد به وجود بیاد یا نه. ایران در خاورمیانه تبدیل شده به یکی از کانون‌های این ویروس، از ایران به کشورهای مختلف هم سرایت کرده. با توجه به شرایط سیاسی و اقتصادی که ایران درش به سر میبره، آیا میشه از بیرون به ایران کمک کرد؟ چه کاری میشه کرد اصلا؟ میدونین من خیلی ناراحتم برای مردم ایران، برای اینکه شما با کمبود امکانات و تجهیزات پزشکی روبرو هستید به خاطر تحریم ها و به خاطر متغیرها و عوامل ژئوپلیتیک و منطقه‌ای که مسئله رو دشوار میکنه. برای همین برای کشورهای دیگه هم این رو بسیار سخت میکنه که به ایران کمک میکنن. کلن ایران در منطقه هستش که دچار تنش هست. در خاورمیانه رو شما اگه نگاه بکنین میبینین که وضعیت سیاسی ایران خیلی فرق میکنه مثلا با کشورهای عرب خاورمیانه یا با همسایه‌های خودش. بر همین من فکر میکنم که این بسیار لحظه خطرناکی برای ایران و خاورمیانه در کل هست. اشاره کردید به تحریم، منظورتون این هست که تحریم هم در رسیدن ایران به وضعیت فعلی نقش داشته؟ من فکر نمی کنم که کارشناس در این زمینه کارشناسیم در حدی باشه که بتونم اظهار نظر بکنم، ولی بر اساس منابع دیگه میتونم اظهار نظر بکنم. بر همین نمیخوام خیلی در این مورد صحبت بکنم، ولی مسلما مسئولان دولتی ایران دارن میگن تحریم ها یک دلیلی هستش که اونا آمادگی کافی ندارن، اما دلایل دیگه هم وجود داره. مثلا بحث زیارت هایی که از قم میشد، باید این خیلی زودتر از این جلوش گرفته میشد، باید این مقررات همون موقع وضع میشد، باید کسی که مسئول برخورد با این مسئله بود وقتی میبینیم خودش دچار این ویروس میشه، منظورم معاون وزیر بهداشت هست، این یک پیام بسیار بدی رو به تمام پرسنل پزشکی به همه در سراسر کشور میرسونه که میگن ما آماده نیستیم. اگر رئیسمون نتونه خودشو در مقابل ویروس ها حفاظت بکنه، بنابراین ما چی میتونیم بگیم؟ برای همین فکر میکنم خیلی مقطع خطرناکی برای ایران و کل مردمه. و در نهایت شما با توجه به آنچه که در جهان در حال رخ دادن هست،
این اراده رو میبینید که یک حرکت جمعی بین المللی برای مقابله با ویروس کرونا و مقابله با این بیماری شکل بگیره؟ میدونه خیلی باعث ناراحتی منه، باعث دلشکستگی منه که میبینم همبستگی جهانی وجود نداره. این پروسه جهانی سازی در حال فروپاشی است. تا 4-5 سال گذشته دچار فروپاشی شده. کشورها دوباره عقب نشینی کردن پشت مرزهای خودشون و تمام پیشرفت‌هایی که بهشونستیم نائل بشیم از طریق سازوکارهای مختلف بین‌المللی همه در حال عقب گرد هستند. تمام دستاوردها دارن از بین میرن و این خیلی دشوار کرده بتونه ملت‌ها رویکردهای جدیدی اتخاذ بکنن، از جمله کشور خود من مثلا آمریکا به پروازها رو لغو بکنه، فرودگاه‌هاشو ببنده. مثلا اگه بخوایم نگاه بکنیم به اون مثال قرون وستا، بله وبا اومده، برین پشت دیوارها پنهان بشین، دعا بکنین که این ویروس وارد کشور و منطقه ما نشه. این شبیه همین رویه هستش که دولت‌های زیادی در دنیا دارن با این قضیه ویروس کرونا برخورد میکنن. گفتگویی بود با لوری گرت، پژوهشگر ارشد پیشین بهداشت جهانی در مؤسسه شورای روابط خارجی و برنده جایزه پولیتزر. اما شیوع ویروس کرونا در ایران باعث شده که بعضی از کسب و کارها یا تعطیل شوند یا فعالیتشان کم شود. امروز رئیس کل بانک مرکزی ایران از مدیران همه بانک‌ها خواست برای تمدید زمان و نحوه وصول وام‌ها با مشتریان همکاری کنند. از جمشید پژویان، استاد بازنشسته دانشگاه علامه طباطبایی تهران، درباره تأثیر بحران کرونا بر اقتصاد ایران و کسب و کارهای کوچک پرسیدم. واقعیت این هستش که ما از دو جهت این فشار اقتصادی ویروس کرونا رو داریم و احساس میکنیم. اول همینجور که فرمودید، تقریبا اغلب کسب و کارها به جز اون مواردی که به اصطلاح ماسک و دستکش و موارد ضد عفونی ها و غیره میرسه، به دلیل اینکه مردم در حد بسیار زیادی از رفتن بیرون و رفتن محلهای شروع و بازارها و سوپرمارکت ها به جز مواردی که مواد غذایی خریداری بکنند اجتناب میکنند، تقریبا میشوف حال احوال کسب و کار در اقتصاد ایران بخصوص در شهر تهران به شدت خرابه. و همجور که فرمودید، این آژانس های هوایی که من خودم هم همین امروز رفتم یک به اصطلاح درخواستی رو لغو کردم، اینها به شدت بازارشون به اقتصادی افتاده. و در واقع علاوه بر این، ما در بخش تولید هم چون تعداد از کارگران ساعت کارشون کاهش پیدا کرده، اون افت تولیدی که در گذشته بعد از در واقع تحریمی که انجام شد ما داشتیم، یه مقداری شدیدتر شده. اینا همه از یک طرف، از طرف دیگه به دلیل اینکه ایران در واقع گفته می شود که مرکز شیوع این بیماری در خاورمیانه بوده، کشورهای همسایه ما و خصوص کشورهایی که ما تجارت غیر نفتی با اونها داشتیم و صادرات قابل توجهی نسبتا مثلا به عراق داشتیم یا به گرجستان یا افغانستان و غیره، اینها به طور کلی این رو محدود کردن و این باعث شده است و باعث خواهد شد بیشتر، برای اینکه این تازه آغاز محدودیت هاست که شاید حدود یه هفته ده روزه است، این باعث خواهد شد که ما یه چیزی نزدیک بیش از 10 میلیارد رو که قبلا از این صادرات درآمد داشتیم از دست بدیم. خودش باز موجب این خواهد شد که ما نتوانیم واردات، به خصوص واردات نهادهای تولید که در بین واردات ما
سهمی نزدیک حدود 65-70% رو داره و داشته، یعنی نیاز در واقع به صنایع ما، بخش تولید ما، به نهادهای تولیدی که ما اینها رو وارد میکنیم. خیلی خوب آقای پژویان، اینی که رئیس کل بانک مرکزی گفتند که بانک ها بهتره که در زمینه اقساط یا بازپرداخت ها با کسب و کارها همراهی بکنند، تا چه اندازه مشکل رو حل میکنه؟ ببینید یه مسئله مهم این است که بانک ها در حال حاضر طلبکار هستند از وام گیرندگان و بسیاری از وام گیرندگان وام هایی رو که گرفتن از اقساط اون رو پرداخت نمی کنند و از طرف دیگه بانک ها باید پاسخگوی سپرده‌گذارانشون باشند، یعنی نمیتونند در حرف بانک مرکزی میزان وام و اعتبارات چون رو به شدت افزایش بدن و متوجه یک ضرری رو بهشون تحمیل بشه که نتونند پاسخگوی سپرده گذاران بشن و اون وقت سپرده گذاران سپرده هاشون رو خارج خواهند کرد و این باعث خواهد شد که به شدت منابع بانک ها برای حتی وام هایی که تا کنون داشتن میدادند محدود بشه. در که بانک مرکزی اصولا در بعضی جهات میتونه که مثلا بانک ها را از طریق نرخ ذخیره قانونی عرضه وام هاشون رو و عرضه به اصطلاح شرط پولشون رو کاهش بده، اما برای افزایش اونها حربی نداره به این صورت. یعنی میتونه یه سیاستی به کار ببره ولی کن این الزامی نداره برای بانک ها که تبعیت بکنن از اون و برخلاف منافعشون به خصوص بانک های خصوصی برن به سمتی که یک اعتباراتی بیدن. تازه فرضاً این اعتبارات داده شد، بخش تولیدی که ناکار آمده چیکار میتونه بکنه؟ صحیح آقای پژو، وقتمون کمی متاسفانه. در نهایت در بعضی از کشورهایی که گرفتار این ویروس شدن خیلی توصیه میشه به دورکاری، مثلا استفاده از یا در حقیقت کار از طریق اینترنت بیشتر از خانه ها. تا چه اندازه بنیه های چنین راه حل هایی در ایران وجود داره؟ تا چه اندازه فضا اجازه میده در ایران که مثلا بیشتر مردم دورکاری بکنند یا کسب و کارها بیشتر از طریق اینترنت اداره بشه؟ تقریبا این آغاز شده، مثلا در بعضی از دانشگاه ها و اساتید این انتخاب رو دادن که از طریق آنلاین بودن که در داخل خودشون تو دانشگاه یا خارج از این در منزلشون تدریسی رو انجام بدن. ولی بعضی کارها هست مثل اینی که یک بخش تولیدی که کارگرها باید فیزیکلی یعنی حضور داشته باشن تا بتونند فرآیند تولید رو انجام بدن، دیگه این دورکاری مؤثر نخواهد بود از یک طرف. از یک طرف ما از نظر تکنولوژی و اینترنت و سرعت اینترنت در شرایطی پایین قرار داریم. این نمیتونم بگم اصلا مؤثر نیست ولی به هیچ وجه تاثیر نداره که بتونه جبران بکنه. جمشید پژویان بود، استاد بازنشسته دانشگاه علامه طباطبایی. محمد اشرف غنی رئیس جمهوری افغانستان میگوید که امروز با دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در تماس تلفنی درباره توافق با طالبان صحبت کرده. پیش از این آقای غنی در یک نشست خبری گفته بود که دولت افغانستان تعهدی برای رهایی زندانیان طالبان ندارد و این موضوع پیش شرطی برای آغاز گفتگوهای بین الافغانی صلح نیست. آقای غنی تاکید کرده بود که آمریکا نمیتواند دولت افغانستان را مجبور به این کار کند. آزادی 5000 زندانی طالب در 10 روز آینده و آغاز گفتگو بین افغان‌ها از موارد مطرح شده در توافقنامه طالبان و آمریکا بوده. نسرین نوا از کابل گزارش می‌دهد. واکنش‌ها پس از امضای توافقنامه صلح، رئیس جمهور افغانستان رهایی زندانیان را مشروط به عدم برگشت آنها به جبهه جنگ می‌داند.
به گفته او رهایی زندانیان در صلاحیت دولت و باید پشت میز مذاکره با طالبان حل شود. اعتماد شرط اساسی است. هیچ نوع تعهد بر رهایی 5000 بندی وجود ندارد. ما بار بار این موضوع را به صورت شفاف با دکتر سب خلیلزاد و تمام مقامات شریک ساختیم. این حق قانونی و جزء خودارادیت مردم افغانستان است. تقاضا شده جزء مذاکرات، جزء از جندای مذاکرات قرار گرفتن میتونه، اما پیش شرط بوده نمیتونه. آزادی 5000 زندانی طالب تا 9 روز و رهایی تمام زندانیان آنها تا 3 ماه آینده بخشی از توافقنامه صلح میان آمریکا و طالبان است. پس از 18 ماه مذاکره نفسگیر، نمایندگان آمریکا و طالبان دست دوستی دادند بعد از امضای توافقنامه در قطر. دولت افغانستان، طرف جنگ، غایب و نمایندگان 30 کشور و سازمان بین المللی حاضر. خروج کامل نیروهای خارجی تا 14 ماه دیگر، تعهد طالبان بر عدم استفاده از خاک افغانستان علیه امنیت آمریکا و متحدانش و آتش بس از مفاد دیگر تفاهم نامه. دونالد ترامپ گفته به زودی با طالبان دیدار خواهد کرد و اگر طالبان تخطی کنند نیروهای بیشتری میفرستد. من واقعا باور دارم که طالبان میخواهند ثابت کنند که ما وقت را ضایع نمی کنیم. اگر اتفاقات بد دوباره رخ دهد ما باز بر میگردیم سریع و با نیروهایی که هیچ کس تا حالا ندیده. تفاهم نامه‌ای که بدون حضور دولت در 18 ماه گذشته تدوین و اکنون به مرحله اجرایی رسیده، مشخص نیست که نتیجه آن چه خواهد بود. اما در غیاب دولت، خیلی ها معتقدند که عملی شدن آن ناممکن است. نسرین نوا، بی بی سی، کابل. اختلاف نظر بر سر آزادی زندانیان طالبان نشان می‌دهد که مذاکرات قریب الوقوع بین افغان‌ها درباره موضوعات دیگری مثل نظام سیاسی آینده افغانستان و آتش‌بس دائم هم کار بسیار سختی خواهد بود. طالبان می‌گویند موضوعات متعددی هست که باید درباره آنها گفتگو شود، از جمله قانون اساسی افغانستان. خبرنگار ما داوود غاری‌زاده در گفتگوی با عبدالسلام حنفی، معاون دفتر سیاسی طالبان در دوحه قطر، از او پرسید که آیا قانون اساسی افغانستان را قبول دارند؟ این مسئله علایده است که یک مسئله است که باید افغان ها بشینند ولی فعلا نمیپذیرند. درست در مذاکرات بین الافغانی یکی از جمله موضوعات ما ای است که باید ما قانون اساسی داشته باشیم. درست. هیچ کشوری بدون قانون اساسی شده نمیتواند. ولی این قانون شما قبول دارین ندارین؟ این قانون اساسی یک موضوعی است که باید افغان ها در مابین خود بشینند، در این باره باید یک تصمیم بگیرند. و در مورد حق زنان، تحصیل، کار، اینا چی؟ گوش کنین، زنها همه مادرای ما هستند، خواهرای ما هستند، همسرای ما هستند، دخترای ما هستند. ما به اونها احترام زیاد داریم و ما همه حقوقی که برای زنها در شریعت اسلام آمده است ما به اونها معتقد هستیم. خود در چوکات شریعت اسلامی زنها می توانند تحصیل بکنند، زنها می توانند، اونا حق کار دارند مطابق دستورات اسلامی. و ما یک پروپاگاندا، یک جنگ سردی که بر علیه ما صورت گرفته است و اما حقیقت نداره، خارج از حقیقت. پس می تونیم بگیم وقت اگر طالبان رفتن یک روز بعد از توافق صلح با افغان ها وارد کشور شدن، یا قدرت را گرفتن یا شریک شدن در قدرت، او حاکمیت را که 20 سال پیش در افغانستان داشتن دیگه نخواهند داشت، یا او قوانین سختگیرانه را که شما اعمال میکردین نمیکنین. گوش کن، اگر به یاد داشته باشین، نمیفهمم وقت شما در اونجا بودین یا نبودین، در وقت حاکمیت ما زنها کار میکردن، در شفاخانه ها در اونجا حق کار داشتن و آزادانه کلینیک های خود داشتن، کار میکردن. و همچنان در بعض ساحات دیگر در مسائل تعلیم تربیه همچنان وجود داشت، طب متوسط در ولایت های مختلف. در خیلی محدود بود، البته فراگیر نبود. البته مثلا زنان نمیتونستن برن تحصیل کنن، یعنی مکتب ها بسته بودن. بعض محدودیت ها بر اساس ازی بود که او وقت امکانات قطعا وجود نداشت، جنگ ها جریان داشت و این همکاری هایی که
فعلا در افغانستان صورت میگیره هیچ وجود نداشت وقت. خب ما امیدوار هستم که انشالله این مسائل به چوکات اسلامی حل خواهد شد، مشکلات نخواهد. خب با توجه به آنچه که شما امروز در افغانستان مشاهده میکنین، پیشرفت، تغییرات که آمده، آقای پامپئو میگفت که افغانستان 2020 افغانستان 2001 نیست، با توجه به این تغییرات را که شما در افغانستان امروز مشاهده میکنین، اگر رفتین دو سه چیزی را که بخواین شما تغییر بتین چی است؟ گوش کنین، ما مخالف ترقی، مخالف پیشرفت نیستیم. امروز همه دنیا در ساحه تکنولوژی، در بخش تعلیم و تربیه پیشرفت میکنه. ما مخالف تعلیم و تربیه، مخالف پیشرفت نیستیم. ما خواهان پیشرفت و تعمیر و ترقی افغانستان هستیم. ما به خاطر پیشرفت و تعمیر ترقی افغانستان کار خواهیم کرد. یعنی پس میخواین شما هیچ چیزی تغییر ندین، همین چیزی که هست درست از نظر شما، همه چیز کاملا مطابق آن چیزی که شما میخواین هست؟ گوش کنین، این مسئله داخلی افغانستان مربوط به افغان هاست. وقتی که مذاکرات بین الافغانی صورت بگیرد، در اونجا تصمیم میگیرند که قانون اساسی افغانستان چه قسم باشد و ارگان های امنیتی ما چه قسم شود. این تمام مسائل داخلی افغانستان در مذاکرات بین الافغانی حل و فصل خواهد شد. اگر انتخابات برگزار شد، بعد از اینکه شما هم توافق صلح امضا کردین، رفتین داخل افغانستان، حاضر هستین برین در انتخابات شرکت کنین؟ گوش کنین، مسئله انتخابات، مسائل قانون اساسی، مسائل داخلی افغانستان یک چیزی است که در مذاکرات بین الافغانی در این باره تصمیم گیری خواهد شد. افغان ها وقتی با هم بشینن، در همه مسائل اختلافی را با هم بحث خواهند کرد. مسئله انتخابات مسئله اختلافی نیست جناب آقای عنفی، من فقط میخواستم بسیار ساده بپرسم که اگر فردا همه چیز درست شد، موافقتنامه صلح امضا کردین، داخل افغانستان رفتین و قرار شد که انتخابات در اونجا برگزار شود، بعد هر کی برنده شد به قدرت بیا، حاضر هستین برنده انتخابات شرکت کنین؟ گوش کنین، تا حال خو انتخابات با هیچ انتخاباتی در افغانستان وجود نداشت، همه انتصابات بود. شما خودتون در جریان هستین، هیچ ما انتخاباتی نداشتیم در افغانستان، انتخابات به نام بود، یک صندوق ها مانده میشد، در اخیره در نتیجه انتصابات بود. هر چیزی که مثلا ایالات متحده هر کسی میخواست امرو میگفت که کامیاب است، ناکام است، کلان است، خرد است، این چیزی بود. ما اصلا در موجودیت نیروهای خارجی ما مشروعیت انتخابات قبلا ما قبول نداشتیم. وقتی که نیروهای خارجی براین، بعدا مسئله انتخابات، همه مسائل داخلی در مذاکرات بین الافغانی حل و فصل خواهد شد. عبدالسلام حنفی بود، معاون رئیس دفتر سیاسی طالبان در دوحه قطر، در گفتگو با همکارم داوود قاریزاده. و اما نوا کوبرن، استاد انسانشناسی کالج بنینگتون از ورمونت آمریکا با ما هستند. تمرکز آقای کوبرن مسائل سیاسی افغانستان. آقای کوبرن خیلی ممنون از اینکه وقتتون رو به ما دادید. آمریکا امتیازهای زیادی داده در این توافقنامه، از نظر شما برنده این توافقنامه کیست؟ من فکر کنم هنوز خیلی زود هست که بتونیم تصمیم بگیریم چه کسی برنده این توافقنامه هست. تا اونجایی که به آمریکا مربوط میشه، نگرانی اصلی کاهش نیروهاش در عربستان هست. این موضع دولت فعلی آمریکاست حداقل. اگه واقعا صلح برقرار بشه، برنده واقعی مردم افغانستان خواهند بود. اما راه درازی در پیش داریم تا بتونیم ببینیم که نتیجه نهایی این توافقنامه چه بوده. جان بولتون از چهره‌های محافظه‌کار جمهوری خواه و سوزان رایس از چهره‌های شناخته شده حزب دموکرات، هر دوتا به شدت از این توافق انتقاد کردند. با این شرایط اگر این توافق به جایی برسه، آیا آقای ترامپ خواهد توانست این توافق رو به افکار عمومی داخل آمریکا و همینطور به کنگره آمریکا بفروشه؟ من فکر میکنم امکان و فرصت واقعی وجود داره. نکته اصلی تا الان این هست که دولت افغانستان از این مذاکرات کنار گذاشته شد. اگه این در رو باز بکنه به یک روند صلح واقعی بین طالبان و دولت افغانستان، من فکر میکنم که ایالات متحده از اون حمایت بکنه، از جمله هم لیبرال ها و هم محافظه‌کارهای داخل آمریکا، یعنی همه طیف‌های سیاسی. اما واقعا باید ببینیم توافقنامه به جایی برسه. بله درسته که همه طرف‌ها اینو امضا کردن، این خیلی خوبه که طالبان داره حسن نیت نشون میده، اما راه درازی در پیش داریم. وزیر خارجه آمریکا و رئیس جمهوری آمریکا هر دو گفتند که اگر طالبان توافقنامه رو نقض کنند، اونها هم از این مسیر باز خواهند گشت. از نظر شما آمریکا
در این موقعیت خواهد بود که دوباره در افغانستان نیرو پیاده کنه؟ من فکر کنم این دشوار هست که الان بشه گفت. فکر میکنم تا حد زیادی دولت فعلی آمریکا اکراه نشون داده این که به لحاظ نظامی در جای خودش رو درگیر بکنه. برای همین من هم به سختی بتونم پیش بینی بکنم که آیا آمریکا دوباره نیرو به افغانستان اعزام خواهد کرد یا نه. اما در این حال میدونیم که دونالد ترامپ خیلی سریع سال گذشته از این توافقات کنار کشید. برای همین دوباره این احتمال وجود داره که مجدداً آمریکا را از این پروسه خارج بکنه. ولی فکر کنم در حال حاضر واقعا تمایل زیادی در دولت آمریکا وجود نداره که نیروی بیشتر به افغانستان بفرسته. در نهایت اگر نگاه بکنیم به سیاست خارجی آقای ترامپ، گفتگوهای او با کره شمالی به نتیجه مشخصی نرسیده. در زمینه ایران مشکلات زیادی بر سر راه دولت آقای ترامپ هنوز هست. آیا گفتگو با طالبان و توافقنامه صلح با اونها برگ برنده‌ای خواهد شد برای آقای ترامپ در مبارزات انتخاباتی در عرصه سیاست خارجی؟ من فکر کنم یک چیزی که بعد از سالها نگاه کردن به فعالیت دولت ترامپ برای ما مشخص هست اینه که اونا ایدئولوژی خیلی خاصی در سیاست خارجی ندارن. شخص ترامپ معمولا مورد به مورد با مسائل برخورد میکنه و فکر میکنم تا حد زیادی این به سیاست خارجی آمریکا در سطح جهان لطمه وارد کرده. اونجا که به افغانستان مربوط میشه ما واقعا گرفتار شدیم در این چرخه خشونت و حالا آمریکا و طالبان هر دوشون تمایل مذاکره نشون دادن. شاید ترامپ در نداشتن یک رویکرد ایدئولوژیک نسبت به این قضیه یک دری رو باز کرده. اما مشکل واقعی این هست که صلح در افغانستان واقعا بسته به این هست که دو طرف درگیری در افغانستان واقعا وارد این پروسه صلح بشن. برای همین مجددا عرض میکنم که سیاست خارجی غیر قابل پیش بینی ترامپ بعض وقتا فرصت هایی رو ایجاد میکنه، فرصت های مثبت، و اون چیزی که الان داریم میبینیم یکی از همین موارد هست. ممنونم از نوا کوبرن، استاد انسانشناسی سیاسی دانشگاه بنینگتون از ایالت ورمونت در آمریکا با ما. دونالد ترامپ گفته که 13,000 نیروی آمریکایی مستقر در افغانستان از امروز کار بازگشت به آمریکا را شروع می‌کنند. رئیس جمهوری آمریکا همینطور گفته که طالبان حالا مأموریت مبارزه با تروریسم را در افغانستان به عهده خواهند داشت. اما مخالفان او می‌گویند دولت آمریکا با امضای توافقی که در آن خروج همه نیروهای ناتو پیش بینی شده، زمینه را برای سقوط دولت کابل و جنگ داخلی آماده کرده. کسرا ناجی از توافق گزارش می‌دهد که طالبان را شاد کرده. توافق آمریکا و طالبان برای خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان امیدها را در آمریکا به پایان طولانی ترین جنگ این کشور افزایش داده. چیزی که دونالد ترامپ امیدوار است شانس انتخاب مجدد او را در انتخابات امسال هم افزایش بدهد. طرف مقابل از جنگ خسته شده. همه از جنگ خسته هستند. این جنگی به خصوص طولانی و خونین بوده. شخصا در آینده نچندان دور با رهبران طالبان ملاقات خواهم داشت و امیدوارم که آنها به آنچه که متعهد شده اند عمل کنند. حالا وظیفه دارند با تروریسم مبارزه کنند. ما هم پیروزی های زیادی در مقابل با تروریست ها داشته ایم. ولی حالا وقتش رسیده که افراد ما به خانه برگردند. می خواهیم سربازانمان را به کشور برگردانیم. این تصاویر خروج بخشی از نیروهای آمریکایی از افغانستان بیش از 4 سال پیش. امروز آمریکا حدود 13,000 نفر در افغانستان نیرو دارد که کار خروج آنها به گفته رئیس جمهوری آمریکا از همین امروز آغاز شده است. توافق آمریکا و طالبان که راه را برای خروج نیروهای آمریکایی باز می‌کند، طالبان را هم شاد کرده است. بر اساس این توافق آمریکا همه عملیات نظامی علیه طالبان را متوقف می‌کند. همه نیروهایش و همه نیروهای ناتو را ظرف 14 ماه خارج می‌کند. همه پایگاه‌های نظامیش را تخلیه می‌کند. و همه تحریم ها علیه طالبان را ظرف 6 ماه برمی‌دارد. آمریکا همچنین تلاش می‌کند که دولت افغانستان 5,000 زندانی طالبان را آزاد کند. همه اینها اما مشروط بر این است که طالبان در پی کاهش خشونت 7 روزش همه عملیات نظامی علیه نیروهای آمریکایی و خارجی را متوقف کند،
مذاکرات با سایر افغان‌ها برای آتش بس و صلح را ظرف 10 روز شروع کند و از استفاده گروه‌های مسلح از خاک افغانستان علیه امنیت آمریکا و متحدانش جلوگیری کند. توافقی به نفع طالبان که آنها را از یک سازمان تروریستی و قاتل 10,000 افغان به یک مدعی مشروع قدرت در کابل ارتقا داد. توافقی که حتی تندروها در آمریکا و اطرافیان ترامپ درباره آن مطمئن نیستند. جان بولتون مشاور امنیتی پیشین کاخ سفید در توییتر نوشته این توافق جان آمریکایی ها را به خطر می اندازد. پیامی غلط به القاعده داعش و دشمنان آمریکاست و توافقی است از دست توافقهای دولت اوباما. سوزان رایس مشاور امنیتی اوباما در پاسخ نوشته اما ما هیچ وقت دولت افغانستان را از توافقها کنار نگذاشتیم. مبارزه من را با تروریسم به طالبان واگذار نکردیم. 5,000 زندانی طالبان را آزاد نکردیم و در مقابل 7 روز کاهش خشونت زنان افغانستان را به طالبان نفروختیم. یک آمریکایی به نام ترامپ این کار را کرد. یکی دیگر از مقام‌های سابق آمریکا، برت مکگگ، هماهنگ کننده پیشین کوشش‌های آمریکا برای جنگ با داعش، نوشته این توافق احتمالاً راه را برای سقوط تدریجی دولت باز می‌کند و شروع جنگ داخلی و بازگشت طالبان به کابل. کابل حالا در بیم و امید. رئیس جمهوری آمریکا امروز در تماسی تلفنی به رئیس جمهوری افغانستان تبریک گفت و به او اطمینان داد. محمد اشرف غنی قبلا گفته بود که نمیخواهد این توافق اسب تروایی باشد برای طالبان برای تسخیر کابل و به عقب راندن تقریبا 2 دهه پیشرفت‌های کشور. کسرا نجی، بی بی سی. در پی عملیات گسترده ارتش ترکیه در ادلب گفته شده که عده زیادی از سربازان ارتش سوریه و شبه نظامیان وابسته به ایران کشته شدند. وزارت دفاع ترکیه میگوید تا به حال 2200 سرباز سوریه را کشته و بیشتر از 100 تانک و تعدادی هواپیما و هلیکوپتر را نابود کرده. همزمان نهادی به نام مرکز مستشاری نظامی ایران در سوریه ضمن تایید این حملات ارتش ترکیه را تهدید کرده. کیوان حسینی گزارش میدهد. از این بالا این تصاویر بیشتر شبیه به یک بازی کامپیوتری کسل کننده است. بی صدا، سیاه و سفید و بوم، انفجارهایی که احتمالاً امتیاز بالایی دارند. آن پایین اما انفجار واقعی است، مهیب و ویران کننده. گلوله هایی که به گفته ترکیه به تلافی گلوله های طرف مقابل شلیک می شوند. بعد از بیش از 1 ماه تنش دنباله‌دار میان ترکیه در یک طرف و سوریه و روسیه در طرف دیگر، سرانجام امروز وزارت دفاع ترکیه اعلام کرد که با آغاز عملیاتی به نام سپر بهار حمله به ارتش سوریه را آغاز کرده. دوستان عزیز، همانطور که می‌دانید عملیات سپر بهار که به دنبال جنایات و حملات 27 فوریه آغاز شده با موفقیت ادامه دارد. اشاره وزیر دفاع ترکیه به این حملات است که در جریان آن 34 سرباز ارتش ترکیه کشته شدند. این اتفاق که چهارشنبه رخ داد طاقت ترکیه را تاخ کرد و به عملیاتی انجامید که قرار است پیشروی بشار اسد را در جنگ داخلی متوقف کند. جنگی که موجب شده تا کشور سوریه پاره پاره شود و هر گوشه آن را گروهی کنترل کند. مناطق قرمز دولت مرکزی، نارنجی نیروهای دموکراتیک سوریه یا همان کردها، سبز مخالفان از جمله اسلامگرایان تندرو و ارتش ترکیه، آبی پررنگ مناطقی که 5 ماه پیش ترکیه اشغال کرد و سیاه نیروهای نزدیک به آمریکا، آبی کمرنگ مناطقی که اسرائیل 53 سال پیش اشغال کرده. گره کار فعلا در اینجاست، گوشه شمال غربی کشور. تا همین اواخر نقشه مناطق تحت کنترل نیروهای مختلف به این شکل بود. اما سوریه با حمایت هوایی روسیه به یک رشته عملیات نظامی دست زد و الان وضعیت به این شکل است. همانطور که در نقشه پیداست، عملیات تازه ارتش سوریه موجب شده تا حکومت مرکزی موفق شود کنترل بخش مهمی از بزرگراه استراتژیک M5 را به دست بگیرد. در این میان این نیروها، یعنی نظامیان ایرانی، هم میگویند که در این عملیات به همراه حزب الله لبنان دست داشتند و البته هدف حملات ارتش ترکیه هم قرار گرفتند.
دیروز در واکنشی کم سابقه رسانه‌های نزدیک به سپاه پاسداران بیانیه‌ای منتشر کردند به نقل از نهادی به نام مرکز مستشاری نظامی ایران در سوریه که در آن کشته شدن نیروهای وابسته به ایران در عملیات ترکیه تایید شده و آمده بود که اگرچه ایران می‌تواند به ارتش ترکیه حمله کند اما از این کار خودداری کرده. بیانیه‌ای برخلاف رفتارهای معمول و پنهانکارانه سپاه قدس در خارج از مرزهای ایران. کیوان حسینی، بی بی سی. دو مهمان داریم. مهمت کوچ، پژوهشگر مرکز مطالعات ایرانی آنکارا از همین شهر با ما و همینطور کامران متین، استاد روابط بین الملل در دانشگاه ساسکس از شهر برایتون بریتانیا با ما. سال اول رو از آقای متین میپرسم. آقای متین، برداشت شما چیه؟ ایران و ترکیه الان در اون قسمت از سوریه در آستانه یک درگیری مستقیم قرار گرفتند؟ خب درگیری بله رخ داده، به این معنی که همچنان که شما هم گفتید نیروهای نزدیک به سپاه قدس از سپاه زینبیون و فاطمیون حدود 20 و چند نفر از اینها کشته شده در یک دو روز اخیر و گزارش هم بود که حدود 9 نفر از افراد حزب الله کشته شدن. یعنی از تانجا که به ترکیه برمیگرده این درگیری شروع شده. اینکه این حملات خیلی مشخص و با علم به اینکه اینها نیروهای ایران و حزب الله بودن رخ داده، من واقعا نمیتونم اظهار نظر بکنم، ولی خب با توجه به اینکه ایران پشتیبان اصلی، یکی از پشتیبانان اصلی دولت بشار اسد بوده و هست و به همراه نیروهای حزب الله نقش خیلی اساسی در پیشروی‌های نظامی گوناگون این دولت داشتن، طبیعی است که در اون منطقه اگر درگیری بین نیروهای اسد و ترکیه رخ بده که رخ داده، خب ایران هم به اصطلاح در معرض خطر خواهد بود. این که واقعا این به یک درگیری آشکارتر و وسیع‌تر بکشه، من تردید دارم، به دلیل اینکه ایران رابطه‌اش رو با ترکیه خیلی مهم میدونه و به خصوص که هر دو طرف به دلایل مختلف با آمریکا در حال حاضر سرشاخ هستند، هرچند خود در مورد ایران بسیار شدیدتر، ولی در گذشته مثلا ترکیه به ایران کمک‌های خیلی مهمی در دور زدن تحریم‌های آمریکا کرده. احتمالاً ایران می‌خواد این امکان رو کماکان نگه بداره و اون رو به دلیل این مسائل سوریه به اصطلاح این رو قربانی نکنه. ولی خب بستگی به این داره که در روزهای آتی واقعاً این درگیری‌ها به کجا بکشه. آیا فقط ترکیه می‌خواد به مواضع قبل از حملات اخیر دولت اسد برگرده، یعنی به اصطلاح اون خط تماسی که ایستگاه‌های بازرس به اصطلاح پست‌های دیدبانی ترکیه اون رو تعیین می‌کردن، یا نه میخواد از وضعیت پیش اومده بعد از کشته شدن تعداد زیادی از سربازان ترکیه، دولت ترکیه به اصطلاح از این استفاده بکنه و در واقع امتیازات بیشتری بگیره و به پیشروهای بیشتری دست بزنه و این ممکنه خب طبیعتاً ایران رو در موضعی قرار بده که ناچار بشه جلوی این پیشروی‌ها به اصطلاح بیسته. آقای کوش، چرا ادلب تا این اندازه برای دولت ترکیه مهمه؟ بله، خدمت شما عرض کنم، همانطور که مطلع هستید تمام گروه های مخالف چه مورد تأیید ترکیه هستند چه اونایی که مورد تأیید ترکیه هم نیستند اینجا جمع شدن و تعدادی از آدم های زیادی هم که الان جمعیتشون تقریبا به 4 میلیون نفر میرسه اینجا انباشته شدن، در واقع دیگه جایی برای رفتن ندارن. در صورت حمله وسیع از طرف اسد و با پشتیبانی ایران و روسیه، همانطور که در حلب یا شهرهای دیگه صورت گرفت و وادار شدند به ترک اون محل سکونتشون، این دفعه این میلیون ها آدم دوباره مجدد باید رو بیارن به سمت دیگه، اونم جز ترکیه جای دیگه نیست. بنابراین ترکیه الان با یک موزل 3,500,000 پناهجوی سوریهی روبرو هست در داخل کشور، بین گروه های سیاسی، احزاب سیاسی مورد مناقشه قرار گرفته و این یک موزل استش که اروپا هم خیلی کمکی نکرده برای حل و فصل این مسئله جز کمک های جزئی و کشش الان 4 میلیون یا 2 میلیون 1 میلیون دیگه پناهنده هم نداره. بنابراین نمیخواد چون این حمله ای صورت بگیره و این مردم از روی ناچاری رو بیارن به سمت ترکیه. دلیل دیگه هم این است که شما هم میدونید گروه هایی که از طرف خود ترکیه هم به عنوان گروه های تروریستی شناخته شدند، از طرف کشورهای غربی هم همینطور، خب تعدادشون هم کم نیست، یعنی بین 30,000-40,000 نفر هست تقریبا، اینجوری داره ذکر میشه و اگر تعدادی از اینها در درگیری با روسیه و اسد و اینها از بین برن، تعدادی از اینها هم قطعا به عنوان سیویل
وارد ترکیه خواهند شد و اینها علیه ترکیه هم جهاد اعلام کردند. آقای اردوغان در حقش حکم صادر کردند از لحاظ فتوای جهادی و ممکنه فردا در داخل ترکیه اینها دست به اقداماتی بزنند. بنابراین ترکیه میخواد جلوگیری کنه از ورود این گروه ها یا افراد تروریست به داخل ترکیه و جلوگیری کنه از یک موج جدید از پناهنده های برحال میلیونی به سمت ترکیه. آقای متین، شما هم همینطور فکر میکنید این نگرانی ها نگرانی های قابل درک از طرف دولت ترکیه؟ بله، تا اونجا که به مسئله ورود آوارگان بیشتر برمیگرده، این درست هست که وضعیت داخلی ترکیه به لحاظ اقتصادی به لحاظ سیاسی اجازه نمیده که آوارگان سوریه بیشتری بیان و این مهم هست. ولی این بخشی که آقای کوچ گفتن در رابطه با این گروه های تروریست جهادی، واقعیت این است که همین حالا هم گزارشات متعدد ویدیویی هست که نیروهای احرار الشام حتی کسانی با آرم داعش در میان همین گروه هایی که به اسم ارتش آزاد سوریه شناخته میشن، با همکاری به اصطلاح ترکیه با ادوات نظامی ترکیه در اون منطقه حضور دارن و کمک ترکیه به این گروه ها خیلی وقت هست که ادامه داشته. یعنی ترکیه با وضعیتی مواجهه که به اصطلاح حالت فرانکشتاین هست، یکی هیولای درست کردن، خودشون هم بالاخره الان در مقابلش دچار مشکل هستن اگر احیانا اینا به ترکیه برسن. ولی خب دلایل به نظر من سیاسی هم وجود داره. آقای اردوغان از کسی پنهان نمی‌کنه که به ایدئولوژی اخوان المسلمین بسیار نزدیک هست و از این لحاظ به لحاظ ایدئولوژیک هم که به اصطلاح نگاه بکنیم سر خصومت با دولت اسد داره و به این دلیل هم بوده که از آغاز از گروه‌های بسیار افراطی اسلامی و جهادی هم حمایت کرده. در این حال مسئله ادلب به بخش‌های دیگری از سوریه هم که دولت ترکیه اشغال کرده، مثلا افرین یا مناطق دیگری از کردستان در شرق فرات هم ارتباط داره. یعنی اگر اونجا رو از دست بدن خود به خود توجه به اصطلاح دولت سوریه به اون مناطق معطوف خواهد شد و اونجا هم رو به اصطلاح ممکن از دست بدن. از این لحاظ خیلی براشون مهمه که جاپاشون رو در ادلب نگه بدارن. آقای کوچ، هیچ نگرانی در ترکیه وجود داره که وارد شدن نظامی در سوریه و درگیر شدن با دولت سوریه به صورت مستقیم از شمال سوریه، شمال غرب سوریه، باطلاقی برای ترکیه درست بکنه؟ خیر، این موارد رو قبلا در رابطه با عملیات های قبلی سپر فرات، عملیات شاخه زیتون و عملیات چشم صلح هم به کار می بردند و خدمت شما عرض می کنم چون این چیز اتفاق نیفتاد و اونجا هم ادعا می کردن که تبدیل به یک باطلاق میشه برای ترکیه. اینجا هم مطمئنا چون این چیز اتفاق نخواهد افتاد، زیرا اینجا مهمترین عنصر یا قدرت روسیه بود. روسیه ظاهرا آقای پوتین و اردوغان با توجه به صحبت تلفنی که داشتن به توافق ضمنی رسیدند و روسیه فعلا چشم‌پوشی کرده از مسئله و ترکیه در حال پیشروی هست. این بحث این که آقای متین مطرح کردن این گروه های جهادی که الان گفتم همراه با ارتش ترکیه اومدن مثلا دارن پیشروی میکنن یا اسلحه های ترکیه را به دست دارن، چندان مورد قبول نیست، زیرا ترکیه از اینا ممانعت میکرد که برای حمله به نیروهای اسد یا روسیه. اما از زمانی که اسد و با پشتیبانی روسیه وارد یک فاز نظامی شدن، ترکیه هم طبیعتاً اون فشارها و کنترل‌ها را برداشته و آنها آزادی عمل بیشتری به دست آوردند. بنابراین بدین معنا نیست که ترکیه آنها را تأیید میکنه، حرکات و رفتار آنها را. اما الان دیگه یک وضعیت جدید اونجا حاکم هست. اینکه آقای متین گفتن بحث ادلب از یک منظر دیگه خیلی مهمه، بله واقعا موافق هستم. اگه ترکیه از ادلب کوتاه بیاد و چشم‌پوشی کنه، ممکنه فردا در رابطه با افرین، جرابلوس، الباب و سایر نقاط دیگه هم اسد چنین ادعاهایی را بکنه، در حالی که روسیه در رابطه با افرین در چشمه صلح هم آمریکایی هم روسیه قول‌هایی دادن، تعهدهایی دادن ولی به آن عمل نکردن. اینجا هم من فکر می‌کنم که آقای اردوغان تونست فشاری بر
پوتین بیاره در ادلب کوتاهیت و عقب بکشه. آقای متین خیلی کوتاه لطفاً، ممکنه که ایران و روسیه به اندازه احساس فشار بکنن که جدیتر در برابر ترکیه بایستن، علارغم اون اشاره که شما کردید و گفتید که فشارهای آمریکا کم و بیش ایران و ترکیه رو از جهاتی ممکنه به هم نزدیک کرده باشه؟ بله، من فکر میکنم که اولویت‌های ترکیه، ببخشید، اولویت‌های ایران و روسیه در سوریه متفاوت هست. یعنی اهمیتی که دولت اسد برای ایران داره برای روسیه نداره. روسیه همین الان هم به اهداف اصلیش در وارد شدن به جنگ داخلی سوریه رسیده. دو پایگاه بزرگ نظامی رو برای مدت چندین سال، حدود 50 سال در اختیار داره. قراردادهای بزرگ اقتصادی که قرار بعد از پایان جنگ به اصطلاح برای بازسازی سوریه به کار گرفته بشه، روسیه دست بالا رو در اینها داره. و در این حال روابطش با ترکیه هم خیلی مهم هست، به این دلیل که اون شکافی رو که در ناتو پوتین موفق شده ایجاد بکنه براش شاید حتی پر اهمیت‌تر از سوریه هست، به این دلیل تلاش میکنه که این رو نگه بداره. به این دلیل من فکر میکنم که ایران به نوبه خودش ممکن هست که به حرکات شدیدتری دست بزنه، ولی روسیه به احتمال زیاد کجدار و مریض رفتار خواهد کرد و سعی خواهد کرد که دل ترکیه رو نگه بداره. بله آقای کوش، در نهایت هیچ راه حل دیپلماتیکی مشخصا بین ایران و ترکیه در اینجا متصور هست؟ بله، ببینید، همکنون هم بین دو کشور، حتی بین سه کشور به صورت تلفنی هم که شده گفتگوها برقرار هستش. یعنی یک سری مذاکرات داره صورت میگیره برای مهار این بحران و برای به یک نتیجه رسوندن، ولی خب قطعا ترکیه دو تا هدف اصلی رو دنبال میکنه. یکی اینکه عقب نشینی نیروهای اسد به اون پشت مرزهایی که در سوچی تعیین شده، یکم اعلام حریم هوایی یک منطقه ممنوعه هوایی که دیگه این مردم عادی مورد حملات هوایی قرار نگیرن، نه از طرف اسد نه از طرف روسیه. به همین منظور هم بین روسیه و ترکیه، بین ترکیه و ایران گفتگوها به صورت تلفنی در حال انجام هستش. بله، ممنونم از مهمت کوچ، پژوهشگر مرکز مطالعات ایرانی آنکارا از آنکارا با ما، و همینطور کامران متین، استاد روابط بین الملل در دانشگاه ساسکس از برایتون. در ابتدای برنامه از شیوع ویروس کرونا در ایران و جهان گفتیم. برای اطلاع رسانی دقیق‌تر درباره این موضوع، بی بی سی فارسی از فردا یک ویژه برنامه نیم ساعته درباره کرونا داره که در اون با متخصصان گفتگو می‌کنیم. نازنین معتمدی مجری این برنامه در این باره توضیح می‌دهد. در چند روز آینده رأس ساعت 6:30 بعد از ظهر تهران یه ویژه برنامه در مورد کرونا داریم. این برنامه فقط مخصوص شماست. هر روز یه متخصص براتون میاریم که به نگرانی‌ها و سوالاتون پاسخ بده. هر مسئله‌ای که ذهنتون رو مشغول کرده و می‌خواید پاسخ علمی و درستش رو بدونید از ما بپرسید. هیچ سوالی هم بی اهمیت، ساده، عجیب یا خنده‌دار نیست. راحت باشین. سوالاتون از طریق تلگرام یا توییتر یا اینستاگرام با هشتگ از ما بپرس برامون بفرستید. هم می‌تونید از خودتون ویدیو بگید، هم فایل صوتی برامون ارسال کنید. پس از دوشنبه ساعت 6:30 عصر به وقت تهران و 7:30 عصر به وقت کابل با ما باشید. حتما با نازنین معتمدی همراه بشید. ممنونم از همراهی شما با این برنامه 60 دقیقه.